Hello everybody and welcome back to another video with me. خیلی مخلصیم و خیلی خوش اومدید به یک جلسه دیگه از آموزش زبان انگلیسی. مثل همیشه من حامد ابوطالبی‌ام و توی این جلسه قرار بریم با هم دیگه تفاوت‌های بین I, me و my رو با هم دیگه کار کنیم. خیلی از بچه‌ها فکر می‌کنن که I و me و my هر صداش معنیش میشه من. یه my نم داریم، آخرش هم به توضیح میدم. در صورتی که I, me, my و mine با هم دیگه فرق میکنن و تو به عنوان یه زبان آموز باید همه رو بلد باشی. زیاد حرف نمیزنم، بریم سراغ آموزش. قبل از اینکه بریم سراغ آموزش، حتما حتما لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره دیگه، فالو کن دیگه، هر کاری میکنی کن. بریم سراغ آموزش امروزمون. I, me, my و mine. ببین اول I و me رو با هم دیگه کار کنیم، بعد بریم سراغ بعدی. بیشتر بچه‌ها میان میگن آقا I و me معنیش میشه من. خب درسته، ولی فرقش چیه؟ I فاعل جمله است. یعنی چی میگم فاعل جمله است؟ یعنی کننده کاره، کسی که کار رو شروع میکنه، کسی که کار رو استارت میزنه از I استفاده میکنه. مثلا I go، من میرم. I want، من میخوام. کی میخواد؟ من میخوام. کی میره؟ من میرم. I learn، من یاد میگیرم. کی یاد میگیره؟ من یاد میگیرم. کار از من شروع شده. پس ببین این I فاعل جمله است، کننده کاره، کسی که کار رو استارت میزنه. مثلا یه مثال توی جمله بزنم، میام میگم که I gave a book to رضا. gave گذشته کلمه give، gave به معنی دادن، گذشته کلمه give. I gave a book to رضا، من یه کتاب به رضا دادم. کی داده؟ من دادم، من کار رو شروع کردم. یا I told you، بهت گفتم. کلمه told گذشته کلمه tell به معنی گفتن. I told you، بهت گفتم. حالا می چیه؟ ببین می دقیقاً عکس آیه، مفعول جمله است. چی شد؟ مفعول جمله است. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه نفر دیگه یه کاری رو روی شما انجام میده، یه نفر دیگه راجع به شما صحبت میکنه. من اومدم گفتم I gave a book to رضا، من یه کتاب به رضا دادم، درسته؟ حالا میام میگم که رضا gave me a book، رضا یه کتاب به من داد، رضا کتاب رو به من داد. من اومدم گفتم که I told you، بهت گفتم. حالا میام میگم که رضا told me، رضا به من گفت. رضا داره به من انجام میده، یه کاری روی من انجام میده دیگه، رضا told me. یا اومدم گفتم، مثلا میام میگم که I need you، I need you، من به تو نیاز دارم. من دارم میگم دیگه، کار از من شروع شده. حالا میام میگم They need me، اونا من رو نیاز دارن، اونا به من نیاز دارن. They need me. پس ببین I فاعل جمله است، کننده کار، کسی کار رو شروع میکنه. I gave a book to رضا، من یه کتاب به رضا دادم. ولی me مفعول جمله است، کاری که روت انجام میشه. رضا gave me a book، رضا یه کتاب به من داد. حالا مای چیه؟ بچه ها مای مالکیته. یعنی چی؟ یعنی وقتی من کار رو بخوام بگم که مثلا فلان چیز مال منه، بگم که این خونه مال منه، این خانواده منه، وقتی بخوایم راجب دارایی هامون صحبت کنیم، چیزهایی که داریم، میایم از مای استفاده میکنیم. مثلا مای کار، ماشین من. مای دادر، دختر من. مای فامیلی، خانواده من. مای هوم، خونه من. توی جمله چطوری میشه؟ مثلا مای کار ایز بیوتیفول، مای کار ایز بیوتیفول، ماشین من هستش زیبا، ماشین من هستش خوشگل. یا مثلا مای فامیلی آر بیگ، خانواده من. My family are big، خانواده من هستند بزرگ. My family are big، خانواده من هستند بزرگ. وقتی بخوایم راجع به دارایی‌هامون صحبت کنیم، میایم از my استفاده میکنیم. در کنارش این mine چیه؟ بچه‌ها باید بگم که mine دقیقاً معنیش میشه مال من. چی شد؟ دقیقاً معنیش میشه مال من. یعنی چی؟ ببین مای مالکیت بود،
وقتی بخوایم راجع به داراییامون صحبت کنیم، وقتی میگم it's my car یعنی این ماشین منه، خب ولی mine دقیقا میشه مال من. it's mine این مال منه. that's mine اون مال منه. مثلا او این ماشین چه خوشگله، مال کیه؟ بعد میاد میگه او it's mine مال منه، یا that's mine اون مال منه. این پوله واسه کیه؟ it's mine این مال منه. خب وقتی بخوام راجع به مالکیت بگیم دقیقاً مال منه. یه نکته هم داره که باید بدونی، وقتی بخوام بگم که it's mine مال منه، این mine همیشه خدا آخر جمله میاد. نمیتونم بگم it's car mine یا it's نمیدونم home mine، غلطه. اون کلمه اون فعل اصلی رو به کار نمیبرم، فقط اشاره میکنم، میگم it's mine این مال منه. فقط میتونی اشاره کنی، یعنی نمیتونی بگی این ماشین مال منه. اگه بخوای بگی این ماشین مال منه، my هستش، it is my car این ماشین منه، it's my home این خونه منه، it's my cell phone این گوشی منه. اگه بخوای تعیین کنی، یعنی بگی که این فلان چیزه، میای از my استفاده میکنی، در صورتی که mine من دقیقا میشه مال من. نیازی نیست دیگه اون کلمه رو استفاده کنی. it's mine این مال منه، that's mine اون مال منه. پس I, me, my و mine این چهار تا رو با هم کار کردیم. آی فاعل جمله بود، کسی که کار رو شروع میکنه. می مفعول جمله است، کسی که کار روش انجام میشه. مای مالکیته، وقتی بخوایم راجع به دارایی هامون صحبت کنیم، وقتی بخوایم راجع به مالکیت هامون صحبت کنیم، میم از مای استفاده میکنیم. و ماین هم وقتی بخوایم بگیم که مال منه، که توضیحاتش هم بهت دادم. حالا برای هر کدوم یه مثال برای من میزنی داخل جمله ها، یه مثال برای من میزنی توی کامنت ها میذاری. اگه درست باشه که آفرین، یاد گرفتی. اگه غلط باشه بهت میگم چرا غلطه و درستش رو بهت کاملا توضیح میدم. امیدوارم که کامل یاد گرفته باشین تفاوت بین I, me, my و mine. این هم همش در میاد، نمیدونم چرا. تفاوت بین I, me, my و mine رو پر انرژی قراره بریم جلو، ویدیوهای بیشتری قراره بسازیم. امیدوارم که زبان انگلیسی رو بهتره کنید دیگه، حالا جمله بندی کنید یا مکالمه بخواید انجام بدین، باید گرامر و لغاتتون رو کاور کنید. گرامر و لغت یکی از مهمترین بخشای مکالمه زبان انگلیسیه و اینکه استمرار داشته باشی. استمرار، انرژی، صحبت کردن با افراد مختلف به زبان انگلیسی و یادگیری. همین که یاد بگیری بری استفاده کنی. یعنی صرفاً من میشناسم کسایی که نالج انگلیسیشون خیلی عالیه، فوق‌العاده است، ولی نمیتونه دو خط انگلیسی صحبت کنه. چرا؟ چون فقط یاد گرفته. یاد گرفتن مهم نیست، اینی که ازش استفاده کنی، یاد بگیری در کنارش استفاده کنی. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو من رو همراهی کردید. امیدوارم که زبان انگلیسی رو بهتر کنید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادت نره. اون زنگوله بغلم بزن که هر موقع ویدیو آپلود کردم بهت خبر بده. خیلی مخلصیم.